اسدی هستم، مدرس دف و تنبک و موسیقی کودک. خیلی خوشحالم که این فرصت رو امروز داریم که جلسه اول دف رو با هم شروع کنیم، آموزش دف. میدونم خیلی از شما منتظر این کلاس بودین. مثل کلاس تنبک ما یه سری موارد هست که اول کلاس با هم دیگه انجام میدیم و قبل از اونها میخوام یه مقدار راجع به دف براتون صحبت کنم. دف یکی از قدیمی‌ترین سازهایی هستش که شاید به کشورهای مثل ایران، ترکیه و شمال آفریقا و حتی کشورهای دیگه، کشورهای اروپایی نمونه این ساز رو داشته باشن. از خانواده سازهای دایره‌ای شکل هست که تو انگلیسی بهش میگن فریم درام. فریم به معنی دایره، دور، قاب، و درام به معنی ساز کوبه‌ای. و ساز کوبه‌ای هم اگه بهتون باشه مثل دف و تنبک سازهایی هستن که بر اثر کوبش، ضربه میتونیم ازشون صدا تولید کنیم. و راجع به تاریخچش خیلی ساز قدیمی هست به خاطر ساختمان ساده‌ای که داشته، یک کمان و یک پوست. میشه گفت از خیلی زمانهای اولیه این ساز میتونسته به راحتی ساخته بشه، مثل سازهایی مثل نی که ایدش در حالت دست رو اینجوری گرفتن و فوت کردن بوده و ساختمان ساده‌ای داشتن. خب زودتر اون سازها به وجود اومدن. ساختمان دف تشکیل شده از یک کمان بزرگ، پوست، و این پوست به طریق چسب و میخ به این چوب متصل شده و داخل دف زنجیرها هستن که از طریق این غلاف‌ها وصل شدن به دف. یک فرو رفته اینجا هست که توی بعضی از دف‌ها بزرگتر هست، بعضی ها کوچکتر، و دست داخل اون قرار میگیره برای راحتی گرفتن دف. و همونطور که دیدین خیلی ساختمان ساده‌ای داره دف، و یک روبانی هم معمولا این کنار میذارن، معمولا برای اینکه دست بتونه روی اون قرار بگیره و ضربه زده بشه. قبل از اینکه شروع بکنیم و اون چهار موردی رو که قبلا راجع به تنبک هم گفتیم اینجا هم بگیم، یک سری حرکات کششی بود که اگه ویدیوهای قبلا نگاه کنین هست، فقط من یک یادآوری میکنم برای اینکه خوب همیشه با هم انجام بدیم. قبل از زدن دف این دو حرکت بود که هر کدوم رو 10 الی 15 ثانیه نگه میداریم برای دست، و هر اکستنشن و باز کردنی که انجام میدیم بعدش بسته شدن اون رو هم انجام میدیم. و هدف جریان خون رو رسوندن به دست و انگشت ها هست برای اینکه دیرتر خسته بشیم و جلوگیری بکنه از آرتروز و حتی باعث تقویت دست و عضلات بشه. برای همین تک تک انگشت ها رو شما میتونید ماساژ بدین و جریان خون رو از بالا از طریق قلب برسونیم به انگشت ها و مچ برای اینکه گرم بشه. و حالا من بعداً براتون یک مجموعه از این حرکات کششی رو هم هر جلسه با توجه به حرکتی که انجام میدیم براتون خواهم گذاشت. خب چهار موردی که گفتیم که خیلی مهم هست به نظر من برای هر ساز، حالا به طور خاص برای دف و تنبک. اولیش چطور نشستنه یا چطور گرفتن ساز. خب دف رو هم میشه به صورت نشسته و هم ایستاده زد، برخلاف تنبک خب مجبورین حتما حالت نشسته باشین. و من معمولا دست چپ هستم، پای راستم رو جلو قرار میدم به این صورت. شما که دست راست اگه هستین میتونین برعکس این کار انجام بدیم. به صورت خیلی ریلکس صاف میشینیم یه مقدار جلوتر از صندلی، و دف رو هم از این قسمتی که فرو رفتگی داره میگیریم. من چون چپ دست هستم با دست راستم میگیرم و دست اصلیم که دست چپ هست بالا قرار میگیره. خب گرفتن دف هم به این صورت هستش که ما حالتی که دست میدیم دقیقا با یه مقدار شاید زاویه از طریق انگشت سبابه و شست به این صورت میگیریم و این سه تا انگشت آزاد هستن. اگر از داخل بخوام نشون بدم شست من برمیگرده. برای دوستانی که شاید خود انگشتشون کوتاه‌تر باشه شاید این حالت پیش بیاد، ولی برای من شست خم میشه برمیگرده و این انگشت هم استفاده نمیشه. این دو تا انگشت فقط دف رو نگه داشتن و بعدها ما با این سه تا ضربه خواهیم زد. و زاویه بین دو تا هست، زاویه 90 درجه است. اگه ساعت 3 و نیم یا 9 و نیم اونها رو در نظر بگیریم، این زاویه میشه زاویه که بین دستای شما هستش و شست قرار میگیره، یک بند شست قرار میگیره، نه به صورت کامل فقط یک بند روی ساید دف، کنار دف. و زاویه که دف با بدن شما داره در راستای شونتون هست، یعنی دقیقا این زاویه. و بهترین راه برای تمرین این که مطمئن باشین درست گرفتین اینه که جلوی آینه این کار رو انجام بدین، خودتون رو ببینین، مطمئن باشین دف جلوی صورت شما رو نگرفته باشه. و خب جلوی آینه نشستن خیلی کمک میکنه. و حالا چه نشسته و چه اینکه شما ایستاده این کار رو انجام بدین فرقی نمیکنه، این زاویه به صورت یکسان و ثابت خواهد بود. خب
میریم سراغ حرکت اول. پس تمام چیزهایی که میخوایم انجام بدیم، اگر نشسته بود تمام اون داستان ها نشستن گرفتن ساز انجام بدیم، اگر ایستاده داریم میزنیم جلوی آینه، زاویه دفع با بدن شما حتما به این صورت باشه، شست کنار، و بعد ضربه اول رو با هم میزنیم که ضربه توم هست، مثل توم بک توم داشت، اینم توم داره، توم خیلی باز و انحنای دست، زاویه دست حالت خیلی ریلکس و عادیه، ما به هیچ عنوان قوس ایجاد نمی کنیم و خیلی صاف هم نمی کنیم، یک قوس کاملا طبیعی دست و ضربه با قسمت بالایی انگشت ها. پس همونطور که ضربه میزنیم این قسمت و این قسمت کناری انگشت کوچیک داره برخورد میکنه به روی پوست و همچین زاویه رو درست میکنه و بمترین صدای ساز هست، توم. حالا همون داستانی که راجع به تنبک هم گفتیم، 4 ثانیه ما میشمردیم، یعنی با شمارش میخواستیم بزنیم. پس اولین مورد شد نشستن، گرفتن ساز، ضربه زدن و حالا شمارش صحیح و شمارش درست. اون 4 ثانیه هم اسمشو گذاشته بودیم گرد، یعنی میگفتیم 1 2 3 4 روی یک ضربه میزنیم و 2 3 4 رو با هم میشماریم و این تمرین رو با هم انجام میدیم. 1 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 و این تمرین رو انجام میدین برای شمردن و مطمئن شین که ضربه حتما به صورت دورانی باشه، به این صورت انجام نشه، حتما دست بیاد بالا، شست به این صورت میچرخه میاد بالا و بعد ضربه میخوره. پس حرکت به این صورت هست، روی حرکت توم کاملا میچرخه دست به صورت دورانی و زاویه‌ای که دست من با بدن من دارم خیلی مهمه، نه خیلی بچسبه به بدن و نه خیلی باز، بیشتر مثل حالتی که شما داره سنی رو دست گرفتین، خیلی ریلکس و باز همون حالت رو حفظ میکنیم با زاویه، چه ایستاده و چه اینکه شما نشسته باشین. خب پس یه بار با هم دیگه مرور میکنیم. نشستن که گفتیم میتونه یکی از پاها جلوی عقب باشه، فرق نمیکنه، برای اینکه احساس راحتی بیشتری بکنیم و فشار کمتر روی کمر. و زاویه دفع در راستای شونه، شست بند اول روی کنار دفع و انگشت ها به صورت خیلی قوس طبیعی دست، قسمت بالایی و کناری انگشت کوچیک برخورد میکنه روی دفع. اینم زاویه هستش که ما داریم. اینم از ضربه توم. امیدوارم که این تمرین ها رو انجام بدین و اگر سوالی داشتین خوشحال میشم که بتونم از طریق تلگرام یا تماس با من در میون بذارین. شماره من هم روی تصویر خواهید دید، 530-574-46-36، و اینکه میتونین از طریق ایمیل یا شماره با من تماس بگیرین. اگر هم نیاز به تهیه ساز دارین و راجع به کلاس میخواییم بدونین، ما این شرط ویژه رو در نظر گرفتیم برای دوستانی که از طریق مرکز پارس میخواد چه برای کلاس اقدام کنن چه برای تهیه ساز، خوشحال میشم که با من تماس بگیریم و اطلاعات رو در اختیار شما بذارم و نظرات خودتون هم مثل همیشه با من در میون بذارید. سپاس از توجه شما. ممنون.